در سال میلادی جاری یک میلیون و چهارصد هزار کودک به دلیل گرسنگی در آستانه مرگ هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد که در سال میلادی جاری مرگ یک میلیون و چهارصد هزار کودک در چهار کشور نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن به علت گرسنگی محتمل خواهد بود. به گزارش این سازمان در کشور یمن که تقریبا حدود دو سال است با حملات عربستان سعودی روبروس بیش از 462 هزار کودک به سو تغذیه شدید مبتلا هستند همچنین در این کشور بیش از 17 میلیون تن برای تأمین غذای خود شدیداً با مشکل روبرو هستند که بیش از 7 میلیون تن از آنها به کمک های غذای فوری نیاز دارند در شمال شرق نیجریه نیز که از اقدامات تروریستی سنی های تندروی بوکو حرام رنج میبرند چهارصد و هزار کودک به سوء تغذیه شدید مبتلا هستند شبکه سامانه های هشدار زود هنگام قحتی فیوزنت درباره این منطقه از نیجریه اعلام کرده است که مناطق دورتر در استان برنو از پایان سال گذشته میلادی عملا دچار قحطی شدهاند یونیسف افزود این فاجعه در سایه غیر ممکن بودن ارسال کمک ها برای قربانیان شدیدتر می شود. این سازمان در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد که 185 هزار کودک در سومالی با خطر گرسنگی مواجهند و شمار آنها طی چند ماه آینده به حدود 270 هزار تن خواهد رسید. در سومالی نیز سنی های تندروی الشباب در حال کشتار مردم به روش های مختلف تروریستی هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود بیش از 270 هزار کودک نیز در سودان جنوبی به سوء تغذیه مبتلا هستند و چندی قبل در یکی از مناطق شمالی این کشور که 20 هزار کودک زندگی می کنند وضعیت قحطی اعلام شده است سودان جنوبی نیز جوانترین کشور دنیا است که درگیر جنگ های داخلی است آنتونی لی که مدیر یونیسف در پایان این گزارش با بیان اینکه ما همچنان می توانیم جان بسیاری را نجات دهیم خواستار اقدامات فوری در این زمینه شد